بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 3 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی و برابر است با 8 مهر ماه 1398 و در این منطقه از صبح شروع شد به باران و شما شاید باورتون نشه که در آمریکا با این همه تکنولوژی و این همه ادعا هنوز تا یه بارون میاد برقا قطع میشه، ستونهای برق میفته، درختها میفته. خلاصه افتضاحیه، هنوز نه برفی نه یخبندونی و ما اینجایی که هستیم نتونستیم به اصطلاح دوربین و اینها رو روشن کنیم. یعنی نمیخوایم حقیقتش، چون موقعی که وضعیت اینجوریه با همه اینهایی که سرج سر راش هست که سرج پروتکت، ولی باز ممکنه صدمه بزنه. ما که همینجوری خودمون لنگ هستیم، حالا دیگه یه دوربین چیزی هم از بین بره دیگه بعد از بدتر میشه. خب لطف کنید، چون گفتید، یادآوری کنیم به شما که دوستانتون رو هم دعوت کنید یا ویدیو رو به اشتراک بذارید. اگر دوست داشتید، گفتم ماجرای ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن، اگه همه اینها ردیف بود، اگه دلتون خواست با دوستانتون برنامه ها رو در میون بگذارید، به اشتراک بگذارید. و اما در این چند روز گذشته گفتم بهتون یه پمپ بنزین تابلوی گذاشته بود، نوشته بود که قیمت بنزین 3 دلار خورده، 2 دلار خورده، انواع مختلف داره. مثل یاد همون ایران یادتونه میگه بنزین معمولی 6000، گازوئیل 2.8 شاهی، نه 10 شاهی، و بنزین سوپر فکر کنم یا 8000 بود یا 1 تومن بود. خلاصه اینجا بنزین های نوع مختلف داره، بعضی وقتا 4 تا نوع مختلف بهتون میدن و بعضی ها فکر میکنن هرچی اکتانش بالاتر باشه این یعنی احترامش بالاتر است، در حالی که برعکس. اینا رو یه روز بخونید یاد بگیرید. خب چی داشتیم میگفتیم؟ آها، پمپ بنزین صاحبش ورداشته نوشته که قیمتا این و بنزین رو من مجانی میدم اگر این آقای ترامپ یه روز حرف مزخرف نزنه، if he doesn't say something stupid. و این مرد واقعا دیوانه است. برید نگاه کنید مصاحبه رابرت دنیرو هست، هنرمند ایتالیایی اصلی که اون نقش راننده تاکسی رو بازی کرد و خیلی نقشای مهم داشته و هنرپیشه خیلی خوبی هم هست. این میگه که من اول فکر میکردم که این شارلاتانه، ولی حالا دیگه باور دارم که این دیوانه روانیه و باید به اصطلاح هر چه زودتر مردم آمریکا تصمیم بگیرن و این رو به اصطلاح سر جاش بشونن، یا اگر قراره به بیمارستانی، درمانگاهی، بیمارستان سلامی چیزی ببرن، ببرن. و خبر خوب این که از طرفی خانم نانسی پلوسی که اینقدر پافشاری میکرد که به اصطلاح این ترامپ لازم نیست ایمپیچ یا استیضاح بشه، چون اگه استیضاح بشه یکم وضع مملکت از اینم که هست بدتر میشه، حتی خطر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های داخلی و اینها هست. اون هم دیگه به جایی رسید که گفت نخیر، دیگه این تلفنی که این شارلاتان زده و از کشورهای خارجی میخواد که بر علیه یه آمریکایی دسیسه کنن، اقدام کنن، حتی برن بازرسی کنن و اینها، این دیگه از مرز گذشته و تقاضای استیضاح دادن. حالا تقاضای استیضاح هم باید مراحل خودش رو طی کنه تا تبدیل به استیضاح بشه. از طرفی ترامپ هم داره یارگیری میکنه و اون یاران خودش رو هی به دروغ باز میگه که اینا همش دروغه، حرف هیچ کس رو باور نکنین، این رسانه ها همه دروغ میگن. و حتی یه جورایی ندا داد که اگر قرار شد اینا اقدام کنن و این شارلاتانو استیضاح کنن،
گفت که اون وقت جنگ داخلی شروع میشه. یعنی گفت ای کشته چرا کشتی یا کرا کشتی تا کشته شوی زار. آمریکا در 200 سال گذشته این همه در کشورهای مختلف خون ریزی کرد، جنگ به پا کرد. همین الان که با شما صحبت میکنم در 72 کشور از این 200 کشور دنیا اینها دارن دسیسه میکنن و جنگ میکنن. اینها حالا فکرش میکنه دور بزنه برگرده و این دانالد شارلاتان هم چی شد مرد. این بیچاره آقای مانی خدا بخشیان میگفت ترامپ شیرده. عجب، واقعا آدم های احمقی اینا هستن که اون شاه رو کردن آریامر، بیچاره رو اینقدر باد کردن ترکوندنش. اینا هم حالا ترامپ نمیدونم شیردل، ترامپ نمیدونم شجاع فلان، اینها بمانه. حالا ترامپ میدونه که معمولا اطرافیان، یعنی طرفداران این چون آدم های کم سواد و بی سواد هستن، بیشتر اسلحه دارن، چون اینا یه چیزی یاد گرفتن که ما از مملکتمون میخوایم با اسلحه دفاع کنیم. در صورتی که اون زمانی که شما از مملکتت با اسلحه دفاع میکردی، شما در مقابل انگلستان، اونا از این اسلحه های یه تیر داشتن که نیم ساعت طول میکشید باروت بریزن، ساچمه بزنن، بعد تقی میزدن، یکم اون وقت موبرتر گلوله میفتن. الان شما اگه بری بهترین مسلسل رو هم بخری، در مقابل دولت آمریکا و در مقابل ارتش آمریکا که این همه وسایل داره، که مردم نمیتونن جلوشو بگیرن. بله شما میتونی بگی من چون یه جایی زندگی میکنم که تا بخوام زنگ بزنم پلیس بیاد، اونی که اومده خونه من دزدی، حتی مجبور میکنه خودم براش اسباب کشی کنم، یه هفتیری یه تفنگی بغل تخت بذاری، که اینم ببینید چه فاجعه هایی درست شده. پلیسی که اینقدر بهش آموزش دادن، اشتباهی به جای طبقه مثلا سوم رفته طبقه دوم، رفته تو خونه یکی دیگه که اونم خودش ماجراییه. مگه میشه شما از دم در تو آپارتمان که میری نشونه هایی هست، این فرش جلو میگه اینجا آقا فرشش قرمز بوده، این فرش جلو تو چه رنگی بوده؟ میگه من اصلا فرش ننداختم، این چیزا هست قالیچه های کوچیک میندازن بهش میگن فلور مت. بعد رفته تو، این بدبخت سیاه‌پوست خدا زده در رو باز گذاشته بوده، این خانمه که کلیدو میندازه تو در، میبینه در باز شد، میگه من فکر کردم یکی اومده داره خونه من رو به اصطلاح چیز میکنه. میگن خب تو اون آموزشایی که بهت دادن تو باید بیای عقب تلفن بزنی، بعد بیای مثلا داد بزنی بگی از من پلیسم، اسلحه دارم، اسلحه تو بنداز فلان اینا. خلاصه تق 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 زده آقا رو کشته. برید ببینید چند تا از همین بچه های پلیس بیچاره با اسلحه رو برمیداره برادر خودشو میکشه، خواهر خودشو میکشه، پدر خودشو میکشه. حالا بابای پلیس اینقدر آموزش دیده که این اسلحه رو چگونه من این ورانور ببرم، چگونه قفلش کنم، چگونه یه جایی بذارم که بچه دست بهش نرسه، آخر کار بچه میره میگیره و میزنه و تق و توق و اینها. حالا اینم ماجرای آمریکا. و اما نشست سالیانه ملل متحد UN آمدند و رفتند و فعلا دیداری هم انجام نشد، و از اون طرف آقای ظریف هم میخواسته بره بیمارستان به دیدن نماینده ایران در سازمان ملل که گویا سرطان داره. پلیس بهش گفته هوش کجا میری؟ به تو گفتن که مثلا اینقدر متر بیشتر نمیتونی بری؟ خلاصه متر رو کشیدن و گذاشتن و گفتن شما همینجا وایسا. اونجا که بود گفت که آقا شما ها چقدر ترسو هستین، هر کسی آمد بهتون تجاوز کرد و اینا. گفت نه آقا همچین نیست. گفت خب چی شد؟ گفت من بودم و 3 تا از دوستامون، 2 نفر حمله کردن و آمدن سر ما رو بزنن، دیدن ای شمشیر ندارم. گفت خب اینجا من یه خط میکشم، شما از این خط پاتونو بیرون نزنید تا من برم شمشیر رو بردارم بیام. گفت خب این رفت، شما فرار نکردی؟ این آخه چه ملتی هستین؟ شاید شما ایرانی هستین، مغول میاد میزنه، نمیدونم چنگیز میاد میزنه، تیمور لنگ میاد میزنه، اسکندر میاد میزنه، بگید دیگه، بابای افغانی میاد میزنه.
گفت آقا ماره کم اینقدر دست کم نگیر، موقعی که این آقا رفته بود شمشیرشو پیدا کنه که بیاد گردن ما رو بزنه، من یواشکی پامو گذاشتم رو خطی که این کشیده بود. اینم هنر ما ایرانی. حالا این خط رو شما تشبیه کنید به یواشکی این شوراهایی که چپ و راست داره درست میشه، از نمیدونم شورای قنچه آقای شریعت مداری که اینم یک کمی لکنت زبون داره، مثل باباش اونجوری حرف میزنه و این واقعا دیگه آقازاده است، تا شوراهای دیگه‌ای که دوستان و دشمنان یکی یکی را میندازن و همه هم روی اینترنت به هم دیگه میگن که آقا شما اگه 10 نفرم بتونی جمع کنی خیلی هنر کردی. شما دوستان جنبشی، شورایی، سازمانی، حزبی، جبهه‌ای سراغ دارید که تونسته باشه در این 40 سال 1000 نفر رو دور خودش جمع کنه؟ یعنی اگه فردا بگه 1000 نفر بیان میدون فردوسی، میدون آزادی، میدون شهیاد، هرچی، خیابون امام حسین، خیابون شاهرضا، این 1000 نفر بیان، اگر میدونید لطف کنید اینجا اسمش رو بنویسید. امروز یکی از دوستان ما یه نوشته ای رو فرستاده بود که آقای کوروش زعیم به اصطلاح حمله میکنه به اینایی که دنبال فدرال هستن، فدرالیزم هستن، که اکثر قریب به اتفاق مردم با شما مخالفن. میگم آقا این آقا با چند نفر در تماسه که از طرف اکثر قریب به اتفاق، میدونی وقتی میگیم قریب به اتفاق یعنی دیگه باید از چقدر 80-90% هم بالاتر باشه، چون وقتی بگی اکثر تا 90 هم اکثره، تا 99 هم اکثریت، ولی وقتی قریب به اتفاق میگن دیگه یعنی تا میره نزدیک 100%. بعد یه دوستی نوشته نه آقای سوربی، این آقای کوروش زعیم 40 ساله در ایرانه. میگم آقا من میدونم، من چند بار با ایشون مصاحبه کردم. آقا در ایران کجاست؟ با یه مشتی هم فکر خودش از جبهه ملی، از جبهه ملی 1 حالا شدن سامانه 2، حالا شدن سامانه 3، حالا شدن سامانه 6، یه مشت پیرمردی از من بدتر میرن اونجا میشینن، هی چی میگن هنوز برای مصدق سینه میزنن، مصدقی که هم اینها ولش کردن هم مردم ولش کردن، بعد جبهه ملی که شاپور بختیار رو هم ول کرد نرفت دنبالش. آقا کوتاه بیاین تو رو خدا یک کمی والا نمیدونم. خب دوستان بنویسید ببینیم اوضاع و احوال در کشورهایی که شما هستید، در منطقه‌ای که شما هستید چگونه است. من حقیقتش ممکن از صدا من متوجه شده باشید این آلرژی، اون روز بهتون گفتم، حالا دیگه میگن هم بهار آلرژی داری هم پاییز، گفتیم خدام سر نعمتش هر چی بوده باز کرده برای ما. خلاصه وقتی هم بارون اینجوری شده، 3 بار برق قطع شد، گفتیم بابا امروز دوشنبه است اصلا تعطیلش کنیم. بعد گفتیم نه بیاین با دوستان یک گپی بزنیم، گپی خودمونی، و اینجا ببینیم چی گذاشتیم براتون بخونیم. ولی امروز برنامه رو سعی میکنم زودتر به پایان برسونم که هم شما برید به کار کاسبی و پول در آوردن برسید و هم ما بریم بغل دست داییمون کار کنیم. خب ببینیم که اینجا برای شما چی گذاشتیم، چی نوشتیم. آقای لادن برنامه جمعه رو که بیگانگان به فکر خودشون هستن و دلشون برای ما نسوخته رو خیلی مرتب، اون دوستی که کارهای ویدیوشون انجام میده آقای اسکات مرتب کرده و منظم کرده و برید تماشا کنید در وبسایت اندیشکده. حالا شاید من امشب یا فردا صبحم در فیسبوک مردم تیوی قرار بدم. و اما این گل گلا پسر 34 ساله، این عروس آقای ترامپ، بن سلمان میگن، یه وقت فکر نکنید اون ملانیا رو میگن، ملانیا تو خونه ترامپ هست ولی عروس دیگرانه. خب این آقا بن سلمان میگه در مورد ایران راه حل سیاسی را به گزینه نظامی ترجیح میدهم،
یعنی این همه اسلحه خریدن از آمریکا، حالا چون آمریکا نمیتونه، نه قدرتش رو داره، نه نفراتش رو داره، نه اجازه از مجلس داره که بره به اصطلاح نیابتی از طرف عربستان سعودی به جنگه، اونا هم خودشون میبینن آقا عرب که اهل کار نیست، عرب از چی بگن، از آشپزخونه، از خیابونش این کشورهای بیچاره رو میاره تا نمیدونم نگه داشتن بچه هاش بمانه. اینا گفتن خب حالا حرف بزنیم بهتره. از طرف یک کشوری نمیدونم اردنه یا عمانه، باز دوباره قرار بین عربستان سعودی و یا شاید هم ترکیه میانجیگری کنن و اینها رو به هم آشتی بدن. میگه که بذارید بیشتر بخونیم و بیشتر بدونیم، من براتون میخونم این رو از یورو نیوز یا آیرو نیوز هرچی که شما اسمش رو بگید. بله، این کشتن این کوکیا هی میاد، یا باید قبول کنی یا صفحت سیاه میشه، روزگارمون سیاه کردن با این کوکیا. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان گفت ترجیح میدهد در برابر ایران از راه حل سیاسی به جای گزینه نظامی استفاده کند. وی در گفتگویی که در برنامه 60 مینیت یا 60 دقیقه شبکه CBS آمریکا پخش شد هشدار داد که اگر جهان برای جلوگیری از اقدامات ایران کاری نکند، ممکن است قیمت نفت به طرز غیر قابل تصوری بالا رود. فعلا که اینجا قیمت نفت بالا که نرفت، تازه یکم هم پایین تر آمد، چون گویا ترامپ این لوله های نفت داخلی آمریکا رو به اصطلاح باز کرده و میدونید اینها سال هاست که دارن نفت ها رو ذخیره میکنن و الان چند سال اخیر هم نفت ها رو خودشون به اون روش جدیدی که گاز رو با فشار میفرستن در لایه های زمین، نفت رو بیشتر اخراج میکنن و یا استخراج میکنن و نگه میدارن. بمانه قیمت بنزین اینجا محلی که من هستم حدود 2.60 دلار هست برای هر یک گالون که تقسیم کنی بر 4 لیتر، البته گالون اینا 4 لیتر نیست، میشه 60 سنت. اونایی که تو اروپا هستن، آقای زرابی که اینجا هست و دیگر دوستان، میدونن که هستش رضا زرابی و یکی دیگر رو دیدن، بله اینا میدونن، آقای اکبری که از آلمان هست، اونجا 1 لیتر بنزین فکر کنم 3 برابر اینجاست قیمتش. در هر صورت میگی که 4 تا بچه حوثی یک گردان عربستان را کشتند و اسیر کردند. آره عکس ها رو دیدم و این حوثی ها هم ما نفهمیدیم، چون هفته قبل به عربستان میگفتن اگه شما طرح پیشنهادی ما را قبول نکنید ایران به شما باز حمله میکنه. عجب دنیایی شده ها، به قول شما 4 تا بچه حوثی میاد از طرف یک کشوری مثل ایران صحبت میکنه. حالا این ماجرای حمله به چیزم، حتی آقای کریس والاس، پسر مایک والاس، یه مصاحبه با آقای روحانی کرد و بهش گفت که آقا شما که اومدی اینجا از صلح صحبت میکنی مسخره میکنن. مثل شاه بود که وقتی میومد اینجا از ارتش صحبت میکرد، مردم مسخرش میکردن، میگفتن درخت کریسمس آمد. روحانی وقتی از صلح و به اصطلاح ما خودمون میتونیم اونجا رو نگه داریم صحبت میکنه، اینا مسخرش میکنن، میگن مثل این میمونه، آمریکایی‌ها یه داستانی دارن، میگن مثل این میمونه که شما به روباه بگی مواظب این مردونی باش، خب اونم میگه برو خیالت راحت باشه، هر وقت مرغا تمام شدن بهت خبر میده، برو آسوده بخواب کوروش که من بیدارم، روبا و مرغای بیچاره. خب و روحانی هم در چند جای دیگه هم مصاحبه کرد، اگه اشتباه نکنم با خانم امانپور هم مصاحبه کرده، هر سال دیگه روششون همینه، میان یه مصاحبه میکنن و میخندن و میگن
مرده که قاه قاه اونجا داره میخنده با اون بوریس جانسون و با اون مکرون مال فرانسه. همه میگن آقا این دوتا کشور گفتن شما مسئول حمله هستید. بعد میگه بابا بی خیال. بعدم اومده با پررویی میگه خب شما میبینید کشوری که هر روز داره بهش حمله میشه اونا هم اجازه دارن از خودشون دفاع کنن. کریس والاس میگه ولی آقا این موشک‌ها ساخت ایرانه. اونم میگه خب این موشکایی هم که میندازن توی یمن ساخت آمریکاست. یعنی شما به یمن حمله کردید؟ اینا بلدن. من به این دوستان گفتم هی نگید این آخوندها تو حوزه ها فقط نمیدونم سوار هم دیگه میشن. اون یه کارشونه که ساعتی شب روز چند دقیقه سوار هم میشن، باقیش دارن تو سر هم میزنن کلکل میکنن. بلدن اینا کلکل کردن. برید مسابقه کریس والاس رو نگاه کنید، یه سوالی میکنه دور میزنه میچرخونه. روحانی باز میگه خب حالا شما نیذاشتی من اینو جواب بدم، بذار من جوابت رو بدم. اصلا ببین با چه مهارتی با چه تکنیکی. و آقای اکبری میگه من از انگلیسی صحبت کردن این خوشم نیومد. آقا اینا احتیاج به انگلیسی ندارن، اینا با زبان شیطان صحبت میکنن. دوستان یه مشکلی در رابطه با شیطان پیش اومده. مگه روزی که خدا آفرید آدم رو به شیطان نگفت به این سجده کن یا سجده کن و شیطان گفت من نمی کنم؟ یادتونه این داستان دروغ؟ خدا هم گفت گورتو گم کن از بهشت برو بیرون. خب از بهشت کردش بیرون، حالا تو این بهشت کی بود؟ یه خدا بود و یه آدم و یه مش حیوان. اینجا رو داشته باشید وقتی داستان قطع میشه. آدم تنها بود و مثل ما وقت تنها هستیم هی برای خودمون آواز میخوندیم، آواز میخوند ای خدا یه یاری به من بده و فلان. نه خدا گفت خب بشین. وقتی خوابید یه حوای از بغل دندش کشید بیرون آورد بهش داد. حوا هم آمد گوله آقای آدم زد و سیب خوردن و از بهشت اخراج شدن. یکی نیست از خودش بپرسه آقا این شیطونی که کرده بود بیرون چجوری برگشت تو بهشت؟ اگر شیطون حریف خدا میشه آقا برید شیطون رو بپرستید. اگه میخوان به یه چیز مزخرفی که نمیبینینش نه کاری تا حالا انجام داده باور داشته باشید، اقلا برید به اون که قوی تره. اون روز هم گفتم خب این چه خداییه که توی 6000 سال، اگه اون داستان قبول دارید اصل آدم و حوا و نمیدونم اینا همش به 6000 سال برمیگرده، توی 6000 سال 124000 پیغمبر آورده. یکی از قرارش تقسیم کنه این 124000 بر 6000. 6000 سه تا صفر داره، اون 124000 تا 120 تا چه میدونم در هر سال 40-50 تا چیز فرستاده، پیغمبر فرستاده. خب این چیزی ساخته که اینقدر پیغمبر احتیاج داشته درستش کنه؟ اگه اینجوری باشه هر ماشینی که من و شما میخریم اون کارخونه باید دو تا مکانیک بگه آقا اینم گذاشتم رو سر ماشین، دو تا مکانیک نشستن اون بالا، هر وقت شما احتیاج داشتی این دو تا بپرن پایین درستش کنن. ولی اون کارخونه که یه ماشین درست کرده با اطمینان این کلیدو میده به شما، میگه برو 5000 مایل، 50000 مایل، 100000 مایل شما ضمانت داری، هر جا خراب شد زنگ بزن ما میان تا 5 سالم مجانی تعمیر میکنیم و اینها. بله میگه که شیطون گولش نزد، دولش گولش زد. خدا رو بگم این آقای افراختر. خب اینم بن سلمان. و اما بن سلمان دیروز یه حرف دیگه زد، گفت که چون این آقای خشوقجی رو در زمان ریاست و مدیریت و صدارت من کشتم، من خودم رو مسئول میدونم. خب حالا ببینیم چه غلطی میکنه حالا که خودش مسئول میدونه. و اما میگه وزیر دارایی بریتانیا گفت اتحادیه اروپا را در 31 اکتبر ترک خواهیم کرد. میدونید که باز بوریس جانسون آمده یه تکنیک استفاده کرد و مجلس رو تعطیل کرده، درست مثل اون ماجرای رضا شاه، درست مثل ماجرای مصدق. اینا مثل ما هستن دیگه.
انگلیسی هم با ما ایرانی ها فرقی نداره. بعد حتی اون دادگاه عالیشون گفت آقا این کاری که کردی غیر قانونی بوده. اینم گفت آره که فعلا همه چی تعطیل، شما برو هر جا میخوای داد بزن، قانونی بوده یا غیر قانونی بوده. قرار هست که انگلستان طی اون برنامه برگزیت از اتحادیه اروپا خارج بشه. تا حالا 3 تا نخست وزیر جابجا شدن، اینا حتی به این نتیجه نرسیدن. حتی باور دارن که مردمی که آمدن رأی دادن، اون دوستی که برای من میگه آقای زعیم چند سال تو ایران فلان، دوست عزیز، مردم وقتی رأی میدن نمیدونن به چی رأی میدن. مردم انگلستان با سواد روزنامه میخونن، آمدن رفراندوم رأی دادن که ما میخوایم از اتحادیه اروپا جدا بشیم. الان مثل خر به گل واموندن، میگن اگر دوباره رأی بگیرید ما این بار نمیخوایم جدا بشیم، چون حالا تازه فهمیدیم چقدر برای ما خرج داره، چقدر مکافات داره. اون دوستی که میگه اینجوری، آقا اگه یه روزی 4 نفر همین آقای شریعت مداری و 2 تا عقب افتاده دیگه آمدن گفتن خودمختاری چنین، فدرالیزم چنان، یه مشت بی سوادی مثل من هم میرن رأی میدن، عوض میشه میره دیگه. شما خیلی فکر نکن چون آقای زعیم رو داری در جبهه ملی که نه جبهه هست نه ملیه، ببخشید جرعه آب بنوشم بیام خدمتتون. بله، شوک نفتی حمله به عربستان خونسا شد، بازگشت برنت 60 دلاری. من تا حالا این برنت رو ندیده بودم، یعنی چی؟ بشکای نفت رو میگم. بله، اینجا هم یور نیوز عکسی انداخته از همین ماجراهای چیزی که بهتون گفتم، حمله موشکی به اصطلاح یمن به عربستان سعودی که اونها میگن کار ایران بوده، و نوشته نفت و همون نوشته بازگشت برنت 60 دلاری. حالا بزنیم ببینیم برنت چیه. حمله پهبادی 14 سپتامبر به پالایشگاه بقیق و میدان نفتی خریز به از آن عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی تولید روزانه 5.7 میلیون بشکه از نفت این کشور را مختل کرد. عربستان با سطح تولید روزانه 98 میلیون چنان. ولی ببینیم که با جهش 8 دلار و اینها، این میخوایم ببینیم که همین تولید نفت و اینا رو این چیز به این گفت که تولید نفت رو باید بیشتر کنین، قیمتش هم پایین نگه دارید تا من بتونم به اصطلاح براتون کاری کنم. این شارلاتان ترامپ به این بچه تازه به دوران رسیده عربستان سعودی. آقای امیری نوشته وزیر امور خارجه اسرائیل در سازمان ملل گفت ما امروز باید رژیم ایران را متوقف کنیم تا از جنگ فردا جلوگیری کنیم. به سران رژیم ایران به زبان خودشان میگویم جوجه را آخر پاییز میشمارند، نتیجه کار آخرش مشخص میشود. خب حالا شما نتیجه کار را یواشکی به ما الان بگو. واقعا دیروز یه جایی بودم بحثی بود و یه آقای بسیار جوونی فکر میکرد خیلی میدونه، میگفت که من از آینده خبر دارم. گفتم که خب شما که از آینده خبر داری، 2 هفته دیگه برنامه آقای ترامپ چی میشه؟ گفت نه، من از آینده بیزینس خبر دارم، تجارت و کار و کاسبی، و اصلا کاری به اقتصاد و کاری به سیاست ندارم. خب شما هم اینجا نوشتید وزیر خارجه اینو گفت، ایرانم این به سران رژیم ایران به زبان خودشان میگویم، یعنی اینو دارید از قول خودتون میگید یا از قول وزیر امور خارجه اسرائیل؟ آقا اسرائیل که الان وضعش تعریفی نداره، یعنی اسرائیل و حکومت شارلاتان اینا و ایران و اینا همشون دستی به هم برارن، فرقی به هم ندارن. خب
میگه که انتخابات و رأی مال مشتی کاندید و انبوه توده، نتیجه انتخابات آزاد دموکراتیک در افغانستان با شرکت خلق قهرمان آگاه و دانا و فهیم طالبانی و غیر طالبانی افغانها بین کاندیدهای محترم برای افغانستان آزاد شده، توسط آمریکا و ناتو با مشکل کوچکی مواجه شده. همه کاندیدها ادعای برنده شدن در انتخابات آزاد دموکراتیک را دارند. حالا صبر کنید، اینجا هم همین برنامه پیش میاد. همین ترامپ با شارلاتانی خاصی میگه خب مگه اینا نمیگن مردم بذارید سال 2020 مردم میان رأی میدن؟ دموکرات ها میگن که نه خیر، اگر ما این ایمپیچمنت یا استیزا رو شروع کنیم از الان، یواش یواش مردم میان و تعداد اونایی که فکر میکنن باید ترامپ استعفا بده و بره، حتی در بین ریپابلیکن ها میره بالا. این آقای جف فلک آمد که حالا دیگه خودشم چیز نیست، نماینده مجلس نیست، گفت که 35 نفر از ریپابلیکن ها باهاشون صحبت میکنن، اونا گفتن ما اگر رأی گیری بشه رأی میدیم که ترامپ ایمپیچ بشه یا استیزا بشه. بعد اون خبرنگار خانم عصبانی گفت خب اینا از چی میترسن؟ کجا رفتن؟ خب بیان الان بگن که اقلا مردمشون بفهمن فلان. نه ولی روزگار غریبی است نازنین، واقعا آمریکایی که اینقدر به خودش میبالید که ما جوون هستیم و ببینید چه حکومتی را انداختیم، الان یه دفعه اینجوری بمونه. آقای ترامپ هم امروز رفته بود یه جایی توی بارون وایساده بود، همه نگران بودن که این الان ول میکنه میره مراسم رژه و اینا، چون موهاش کم کم داشت خیس میشد. حتی اون جنراله یکی از این ماموران فرستاد گفت برید یه چتر بیارید، اونم رفت چتر آورد و گذاشت. ولی ترامپ نمیدونم چه تافتی امروز استفاده کرده بود که فعلا گفت نمیخوام چتر. خب میگه که خانم طنازی روز 31 اکتبر انگلیس را آقای سوربی نمیشناسید؟ روز 31 اکتبر، خب هالووین، میخواد از اتحادیه بیرون بره. حالا ببینم اکتبر 31 روز است یا 30 روز است، یادمون رفته. ما وقتا تو ایران یادمون بود 6 ماه اول 31 روز است، اون 5 ماه بعدش 30 روز است، ماه اسفندم بعضی وقتا 31 روز است، بعضی وقتا ببخشید بعضی وقتا 29 روز است، بعضی وقتا 30 روزه. بله شما درست میگید، این هالووین همون به اصطلاح بعضیا میگن بالماسکه، این بالماسکه نیست عزیزان، این شبیه که اینجا خرافات آمریکایی رو ببین، میگه که اروا توی خیابون هستن و قصد اذیت و آزار به ما و بچه ها رو دارن، اینا بهشون شکلات و آب نبات و اینها بدید که خوشحال برن، و برید ببینید میلیون ها دلار خرج این روز میشه. و هر کسی هم میاد میگه آقا خجالت بکشید، بعضی از این بچه ها رو توی این شکلات ها بهشون تیغ دادن، دهنشون زخم شده، مریض شدن، شکلات ها فاسد بوده، طرف مریض روانی بوده، پویزن یا سم بوده و اینها، باز این مردم به دست خودشون میبرن بچه ها رو، کلی وسائل میخرن که توی اون روز یا شب لباس مخصوص پوشیده باشن و بعدم برن یه مش شکلات و آب نبات مونده. این خونه مال آب نبات مونده شو میده به اون یکی، اون یکی مال پارسال میده به اون یکی. ایران گفت اروپا به تعهداتش عمل نکند، گام چهارم کاهش تعهدات هم عملی میشود. یعنی قبول دارن که تا حالا سه تا گام به اصطلاح کاهش داشته، آمدن پایین از اون حرفشون. و آخرین حرفشون هم این بود که آقای ترامپ حالا اگه شما ناراحتی با این ماجرای برجام که به وسیله اوباما و ادمینستریشن یا دولتی که سر کار بوده نوشته شده، خب ناراحت نباش، بیا دوباره چیز میکنیم، ما همین دفعه شیطنتمون بیشتر شده، دیگه میگیم یه قراردادی بنویسیم که با رئیس جمهور عوض شدن عوض نشود. و
و اما سید عباس موسوی روز دوشنبه 8 مه همین امروز در نشست هفتگی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد تا زمانی که اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، ایران کاهش تعهدات خود در برجام را ادامه خواهد داد. آقای موسوی همچنین با اشاره به پیشنهادات اختصاص طرح 15 میلیارد دلاری به ایران گفت همیشه ابتکار و پیشنهاداتی مطرح می شود، برخی از این ابتکارات را ایران داده و برخی هم از سوی دیگران طرح شده است، ولی آنچه که برای ما مهم است و اکنون در درجه اول اولویت قرار دارد این است که اروپایی ها به تعهدات خود عمل کنند و بتوانند ایران را قانع کنند. در غیر این صورت ایران گام بعدی کاهش تعهدات خود در برجام را خواهد برداشت. خب این ماجرای ایران چجوری شیر تو شیر و خر تو خره، ماجرای آمریکا چجوری شالاتان تو شالاتانه، بمانه که ترامپ میگه این کسی که اومده منو لو داده اون جاسوسه، باید به من نشون بدین. تو یکی از گفتگوهاش هم گفت خب مثل قدیما اینا رو باید اعدام کنیم. از اون ورم گفت که این کارهایی که بایدن و پسرش انجام دادن اگر یه ریپابلیک انجام داده بود میرشوندنش رو صندلی الکتریکی، صندلی بود که باهاش اعدام میکردن مردم، میکشتن مردم، نه اونایی که به اصطلاح مجرم رو میکشتن. خلاصه ما از ایران در رفتیم آمدیم آمریکا، آمریکا هم داره میشه ایران. لطف کنید اسم یک کشوری که وضعش خوبه بنویسید تا بریم دم سفارتخونهش، به جای این دوستان که میرن دم سفارتخونه ها نامه دریای خزر میدن و نامه نمیدونم تقسیم فدرال و فلان میدن، ما بریم بگیم آقا ما رو پناهندگی قبول کن. خب درود بر شما آقای رجبی، سلام عزیزم، عزیزم سلام. و اما ببینم اینجا براتون چی گذاشتم، دوباره یک دونه از این خبرها رو براتون بخونم. میگه سرمای زودرس با بیش از 120 سانتیمتر برف در بخش های از آمریکا و کانادا. البته داشت میگفت که در 18 سال گذشته کلرادو که از برف آب خوردنش و اینها رو تأمین میکنه هر سال داره کمتر میشه و امسال حتی بارندگی و اینها کم بوده. از اون بر اینو میگن، از اون بر یه جای دیگه اونو میگه، بعد این وسط هم شالاتانی مثل ترامپ میگه چی شد، گفتن نمیدونم تغییر حرارت و گرما و فلان، ببینید چقدر امروز سرده، ببینید امروز چقدر بارون میاد و الی آخر. و اما صحبت از ترامپ شد، میگه ترامپ گفت دموکرات های بیکار و چپ های رادیکال به آمریکا آسیب میزنن. این عکس هم خیلی قشنگه، من یه عکس رو بهتون نشون بدم. یه شعری بود میگه لباشو قنچی کرده بود مثل بنفشه کرده بود، آخ بیا ببین چه کرده بود این آقای ترامپ. و خب اینم از این مردک دیوانه شالاتان که با چیز مصاحبه میکردن گفت این خب یک بچه پولدار لوس و نونوره که هر چی خواسته بهش دادن، آخرین آرزوش هم این بوده که رئیس جمهور بشه، حالا رئیس جمهور شده، حالا شما بیا گارانتی کن که این اگر به بازه قبول کنه. یعنی آقای افراخته فکر نکن فقط تو افغانستانه، تو آمریکا هم میگه من اگه باختم، اگه نتیجه به ضرر من بود، من قبول نمی کنم، کنار نمیرم. جالب اینه که سال 2016 هم همینو گفت، ولی ملت خواب بودن، هیجان زده شده بودند و متوجه نشدن این چی میگه. و اما یه دوستی هم یه نامه ای نوشته از قول یک نفر آلبانیانی، چی میگن به اینایی که اهل آلبانی هستن، یکی از اهالی آلبانی که اتفاقا در همون دهی که اشرف شماره 3 یعنی این آقای رجبی نه تنها زن 1 و 2 و 3 و 100 و اینها داره، حالا میدونید که اسم زنش اشرف بوده به همین خاطرم
اون محل اول رو در عراق به نام اشرف گذاشتن. اشرف دو هم شد آلبانی بود او. نه بگید کجا بود. رفتن اون بر لیبرتی بهش میگفت. بعد حالا اشرف سه شده تو آلبانی. دوباره این بدبخت اسیرای خدا زده رو که آمدن یکم رنگ آزادی ببینن، 4 تا آدم ببینن توی آلبانی، حتی از پشت این پنجره های آپارتمان و اینها، دوباره اینها رو جمع کردن بردن یه جایی مثل سربازی و اینها، بیگاری، آقا بکن پر کن تمیز کن فلان، اینها دارن یه جایی رو، یه مزرعه، یه زمین رو گویا خریدن، اونجا رو دارن میکنن اشرف شماره 3. ببینیم اشرف شماره 3 کی به گا میره، به وسیله عدم مدیریت و رهبری رجوی مرحوم که وجود نداره و مریم هرزه که میبینید. دوباره اومدن نیویورک، چند تا از اینایی که کارشون اون یکی از اون یکی بدتره آوردن، پول دادن، اون 5 دقیقه اون 10 دقیقه صحبت کرد این مردی که جان بولتون. قرار بود پارسال قبل از اینکه آخوندا جشن 40 سالگی انقلاب رو بگیرن، اینو مریم توی میدون آزادی برقصن. اتفاقا حقا گفته بود بابا منم همونجا هستم، میام منم براتون تنبک میزنم. بماند. بله، این دوست ما از اونجا نوشته اشرف سه در تیرانا و از قول یکی از اهالی صحبت کرده و از من خواسته بود که اینو پخش کنم. گفتم دوست نازنین، از صبح تا شب حداقل 100-150 تا برای من ایمیل، فیسبوک مسیج، ویدیو میاد که دوستان این رو پخش کنید. یکی دیگه اش میگه اگر پخش نکنید حرامزاده هستی، یکی دیگه اش میگه اگر پخش نکنید ایرانی نیستید، یکی دیگه میگه اگه پخش نکنید من پول گیرم نمیاد. هر کدومشون آقا جون یکم هم یاد بگیرید بگید بابا من اینقدرم هزینه میدم. آقا شما این روزا 1000 تا کاغذ اگه بخوای بری چاپ کنی، درسته اینجا دونه 3 سنت میگیرن، 100 تاش میشه 3 دلار، 1000 تاش میشه 30 دلار. خب ما میگیم شما آقا 10 دلار 15 دلار بده، ما اینو برای 15000 تا 20000 تا 10000 تا 9000 تا میفرسیم. اونا میان میبینن، اونا میان میخونن، اینقدرم هی به اینا اون التماس نکنید، تو رو خدا اینو پخش کنید. این یکی نمیدونم نشریه طوفانه، اون یکی نشریه نمیدونم بدو رضای خدا هست، اون یکی بله. خب آقای ناسا هم انتشار تصاویری از لحظه بلعیده شدن یک ستاره توسط یک سیاه‌چاله. یکی به اینام بگه حالا ما خیلی نگرانیم، این همه ستاره تو آسمونه، چپ و راست هم میخورن به هم، اون شهابایی که میاد از برخورد اینا هست و فلان. هر از مدتی میگن یه شهاب اومد از بغل دستمون رد شد، ما نفهمیدیم. ما میگم خب خاک بر سرتون با این همه نمیدونم چی میگن ستاره شناسی و نجوم و منجمی و این دوربینای بزرگی که دارید و اینها، وای میسید وقتی آمد و رفت. شما هم شدید مثل رهبران جنبش های ما. و اما ژاپن گفت خطر چین برای منطقه بزرگتر از خطر سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی است، چون چین بودجه ارتش خود را 7.5% بالا برده و از سال 2018 میلادی به حدود 177 میلیون دلار رسانده که 3 برابر بودجه نظامی ژاپنه. 177 میلیون چیزی نمیشه که برای چین. در هر صورت نمیدونم، بعضی وقتا این عددا رو وقتی می‌نویسن اشتباه میکنه. گاردین هم نوشته هشدار اتحادیه اروپا به ایران درباره احتمال خروج از برجام، و همونجوری که قبلا بهتون گفتم ترامپ به دنبال فردی که محتوای مکالمه او را فاش کرد و جاسوس فکر میکنه هست، داره دنبال اون میگرده. و اما شورای مدیریت گذار آقای شریعت مداری و بیماری مزمن فرصت طلبی، اینکه زحمت کشیده و 3 سند آماده کرده اید و تعدادی افراد گرد هم آمدید و قطعا قدم های مثبتی است، ولی جای قدردانی دارند، اما و جای قدردانی
اما باید مطمئن شد که این گردهمایی در جهت منافع مردم ایران است و در جهت مردم ایران باشد. از همین جاست این سوال مطرح می شود: چرا در تمامی مطالب منتشر شده هیچ بیانی از نوع اعلام آمادگی برای پیوستن به دیگران که مثلا دارای حداقل های مورد نظر شما باشند نیست؟ حالا اینو اون دوستی که نوشته، بدونید اینا میگن که شما اگر چیز هستین چرا به ما نمیپیوندی؟ خودشون نمیدونن. خب شما هم یکی ازتون سوال میکنه شما چرا به دیگران نپیوستی؟ آقا هر کدومشون میخوان رئیس باشن، هر کدومشون میخوان مدیر باشن، هر کدومشون میخوان شاه باشن، هر کدومشون میخوان دیکتاتور باشن. شما اگر باور دارید کسی اینجوری نیست، همین امروز به سازمانش بپیوندید، به منم بنویسید تا منم فردا بپیوندم. خب اینم شورای مدیریت گذار. و خیلی خوشم اومد آقای لادن، وقتی ما ازشون پرسیدیم گفت ما رو سر کار نذار، اذیت نکن، ما صبر میکنیم اینا وقتی برن شورا ببینیم چی شده، چه صحبتهایی کرده، بر اساس تصمیمات شورا ما هم نظر میدیم. صحبت از آقای لادن شد جمعه وقتی من با ایشون صحبت میکردم. بعدن یادم افتاد که آقای بها یه جایی گفته بود که در صحبت یا گفتگویی که با آقای لادن داشته چنین و چنان. آقای لادن گفتن من هرگز با بها ابهری صحبتی نداشتم. بعد آقای بها ابهری نوشت که آقا من مقصودم اینه که در کامنت نوشتم. ما برای آقای ابهری توضیح دادیم آقا در کامنت نوشتن شما به هیچ وجه معنیش این نیست که شما این رو به آقای لادن گفتی، به هیچ وجه معنیش این نیست که ایشون اونو خونده، به هیچ وجه معنیش گفت و شنود نیست. این گفت و شنود یا گفتگو، حالا من چرا قبلا میگفتن گفتگو، گفت و شنود خیلی جالبه، یکی میگی یکی میشنوی. در هر صورت آقای ابهری خودش گفت من چون بار اول بود که برنامه رو اجرا کردم چند تا توپق چی میگن تایپو نمیدونم اینها داشتم، حالا امیدوارم اگه خواستن دفعه دیگه برنامه داشت باشن توی اون برنامه ها این مشکلات رو رفع کنن. از آقای لادن هم ممنون هستیم که با صبر و حوصله تحمل میکنن و جایی هم که مایل نیستن با کسی ببخشید باد پنکه میزنه تو صورت من، بله، جایی هم که مایل نیستن با کسی بحث کنن و کلکل کنن، این رو ما حق مسلم آقای لادن و حق مسلم هر کسی میدونیم. اگه یه روز من به آقای ابهری گفتم آقا بیا به من صحبت کن، میتونه بگه من نمیخوام با تو صحبت کنم، خودم نظراتم رو جدا ضبط میکنم یا زنگ میزنم تو ساکت باش من فقط حرف میزنم. این تو ساکت باش من حرف میزنم، دوستان ایرانی دیدید، حتی اون دوستمون که همکلاسی داداشای من بوده اینجا اون روز میگفت صبح وقتی من حرف میزنم شما حرف من رو قطع نکن. چند تا از شماها دوستان مثل بنده وقتی پدرتون میمد خونه حرف میزد میخواست که این معلم نظر همه بهش باشه، تلویزیون روشن نباشه، رادیو روشن نباشه. و من یادمه حتی اگه ما یک کمی چیز میکردیم که نه بابا بذار این تلویزیون روشن باشه، میرفت پشتش به تلویزیون و رو به ما که ما نتونیم تلویزیون رو ببینیم وای میساد. شما هم اینجوری بوده دیگه. گفت که آقای ناصرخان قشقایی اگه اشتباه نکنم گفت ما مملکت عجیبی داریم، بچه ها رو تو مدرسه میزنیم که مشق بنویسن و خطشون خوب باشه و خوب بنویسن، بعد بزرگ که میشن اینا وقتی خوب بنویسن میندازیمشون زندان و میکشیمشون. خیلی قشنگ گفته ها. و این ناصر خانم مثل که بودش تا زمان خمینی اگه اشتباه نکنم، ولی این بند خدا هم از همه طرف به اصطلاح مورد حمله قرار گرفته. و اما میگه که این آقای رئیسی که بهتون گفتم گویا در چند تا برنامه با آقای حسیبی بوده و من هنوز
نمیتونم، خیلی بده ها، هنوز نمیتونم قیافه و برنامه ایشون رو به اصطلاح به یاد بیارم. اینجا نوشته تا صحبت از خاک بخشی پهلوی ها میشود فورا از بحرین میگویند، در حالی که خاکی که در زمان آنها از دست رفت پیش از قرارداد ترکمنچای بود. با گلستان اشتباه نشود، البته اهمیت بحرین از آن جهت است که با جدایی بحرین خلیج فارس از صورت خلیج داخلی خارج شد، وگرنه گلوگاه عراق، کویت، عربستان سعودی و و و در مشت ما بود و عراق هرگز هرگز جرأت حمله به ایران را نداشت. از جمله فارس تنها از ببخشید از خلیج فارس تنها اسمش را برای ما باقی گذاشت. داشتم دلغی و صد عیب مرا می پوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. اینو حافظ گفته. بله، میگه که دلغ روان این لباسایی که مثل چی مینداختن، مثل عبا. بله، ارتفاعات آرارات، منطقه قطور به آتاتورک، چاهای نفت خانقین، تمام حق و حقوق ایران در شط العرب در سال 1316 به عراق تحت قیمومیت انگلستان، تمام بلوچستانی که امروز در دست پاکستان است به انگلستان، بیش از 10,000 کیلومتر در دو فقره خاک به افغانستان با دست فخرالدین پاشای آلتایی فرستاده آتاتورک. این آقای رئیسی به نظر میاد خیلی وارده، اگر فرصتی بشه در برنامه با ایشون هم صحبتی داشته باشیم، چون آقای فرزاد نیساری هم از نوشته های ایشون خوشش آمد و گفت که این کیه؟ آقا این آقای حسن سید رئیسی هست. می نویسن اینجا رضا خان که بیش از انتقام مردم و حمله افسران میهن پرست شورشی نو که پیش از یا نیروی هوای قصد بمباران سعدآباد را داشتن از ارتش سرخ می ترسی بیش بود. ببخشید، استالین اگر چنگش به اون میافتاد او را به سیبری میفرستاد و با این کارش قلب مردم ایران را میخرید. او بدون اطلاع انگلستان سه بار سر خود به قصد فرار تا حسن آباد و علی آباد قم رفت که انگلیسی ها او را به تهران برگرداندند که بیایید و پس از انحلال ارتش بروید. حتی شریف امامی هم به این مورد اشاره کرده است. بار چهارم بود که او پس از پناهنده شدن به هیئت یا هیئت سیاسی انگلیس به کتاب رضا شاه و بریتانیا اثر دکتر محمد قلی مجد توجه فرمایید، رسما با خانواده و همراه حدود 300 چمدان عتیقه و 200 لوله تریاک ماهان رفت. علی سانسوچی دشتی از ماموری که روزی 5 ریال حقوق می گرفت می خواهد که جیب او را بگردن، شعور مردم را مسخره سخره گرفتن، در حالی که همان روز او سرتیپ سیاه پوش را کتک زده بود. خیلی من متوجه نمیشم، چون این داستان ها را اگه ندونیم با این نوشته های فارسی که بعض وقتا میپره و جا به جا میشه، بیش پیش خونده میشه و تاریخ ها عوض میشه و اینها، مشکل دارم. میگه که شکست و اینا رو همه رو 1, 2, 3, 4 ایشون شماره گذاری کرده، این شماره 2ه. شکست و فرار او در معیت صمدخان قزاق، توی پرانتز صمدخان آدمخوار، در محاصره تبریز برای جنگیدن با ستارخان وقتی که آنها از گرسنگی یونجه میخوردن. 3. شکست و فرار او در معیت کاظمخان میرپنج که نسبت به او سمت به سمت پدری داشت که کاظمخان کشته می شود و رضا خان او را به قم می برد و با تشریفات دفن می کند. 3. شکست او در مصلای همدان از قوای ژاندارم به فرماندهی کلونل محمد تقی خان، در حالی که احمد آقا، امیر احمدی، احمد قصاب، فکر کنم پدر همین آقای امیر احمدی میشه، در معیت او بود. کینه او از ستارخان و کلونل هم از بابت شکست هایش از آنان بود و شکست و فرار
او از قوای بلشویک در گیلان و آمدنش به آبیک همان قوای شکست خورده بود که با استعانت سید ضیا تهران را فتح کرد. فیض مستر هرمن گر که مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه رضا خان میکرد. بله، میگه که آقای اکبری میگه آقا الهی شد که این شیراز شما و ما وسط ایران است و شامل بذل و بخشش نمیشه. حالا اونم خدا میدونه، این روزا که میدونیم به جایی که یه تیکه جایی رو به کسی بدن، یه کسی از خارج میاد اونو میخره، انگار مال اوناست. و اما ایشون نامه‌ای رو که نوشته، چون من اینجا برعکس از لحاظ تاریخ به دستم رسیده، به اشتباه براتون خوندم، ببخشید، بذارید اینو بخونم. ایشون نوشته: با سلام و تجدید ارادت در محضر شما، چندین برنامه داشتم که آخرین آن مربوط به دفاع از آقای دکتر مصدق بود، مبنی بر اینکه ایشان فراماسون نبودند، تا اینکه دیروز برنامه جناب فرزاد نیساری را دیدم و دریافتم که شما، منظورشون منم، همچنان بر عهد خود در ایجاد برنامه‌های خوب باقی هستید. اما ذکر چند توضیح را خیلی هم بی مورد نمی‌بینم. داداش بیگ پدر رضاخان چون از ایل پالانی بود، از این رو رضاخان به رضا پالانی. آقای نگهبان هستی یا نیستی؟ آقای رحیم نگهبان، ما وقتی نمی‌دونیم دیگران رو مسخره می‌کنیم که آقا شما چرا توهین می‌کنی. میگه آقا اینا اصلا فامیلشون پالانی بوده. داداش بیگ پدر رضاخان چون از ایل پالانی بود، از این رو رضاخان به رضا پالانی و بعدن به رضا شستیر شهرت یافت که من در آن اشکالی نمیبینم، که کاشکی همه چیز او تنها به این بدی بود. از جبن و ترسوی او فرمودن، نمیدونم. شما ماشین حساب بردارید تا من تعداد فرارهای او را برای شما بشمرم. 1. شکست و فرار او از بلشویک در باکو در معیت پدرزن آیندهش تیمورخان آیراملو که به دستور انگلستان برای درهم شکستن انقلاب بلشویکی رفته بود و ایشون 5-6 تا رو اینجا ردیف کرده بود، نوشته بود. و اما کار ترامپ جایی رسیده که فاکس هم بعضی از گوینداش دیگه کم کم دارن حقیقت رو میگن. امیدواریم هر روز بیشتر و بیشتر بشه. و اما میگه بریتانیا گفته که برجام محدودیت هایی داره. اینا رو هم، این خبرها رو همه تون صبح زودتر از من میخونین. منم صبح زودتر از اون دوستمون که از کالیفرنیا 3 ساعتم دیرتر از ما بیدار میشه میخونم. ولی این دوست ما هرچی بهش نصیحت کردیم که آقا یا با تلفن بفرست یا با تکس بفرست یا با ایمیل، با تلفن میفرسته، با تکس میفرسته، با ایمیل میفرسته، با نمیدونم فیسبوک میفرسته، پدر صاحب بچه رو در آورده. خلاصه بله بله، این دوستمون نوشته که پدر من، آها اینو آقای پتیک نوشته، نمیدونم سر چه موضوعی بود که من بهش گفتم آقا پدر من 67 سالش بوده فوت شده، ما مال 3-4 سال دیگه داریم. ایشون نوشت که پدرم در 72 سالگی و پدر بزرگ همسرم در 99 سالگی رفتن. مهم نیست چند سال زندگی میکنی، مهم آن است که چگونه زندگی میکنی. عمر گر خوش گذرد، زندگی نو کم است، گر به سختی گذرد، نیم نفس بسیار است. خیلی هم جالب. و اتفاقا امروز صبح زود من ساعت 5 و اینا بودم، دیدم این آقای چیز هنوز داره با کامپیوتر مینویسه و اینا. گفتم آقا تو هم مثل ما نه خواب داری نه آسایش داری. دوستان یادتون باشه این بدن مثل بانکه، اگه شما مثل کردیت کارت هی ازش استفاده کنی ولی پول نریزید داخلش، یه روز که میری اونجا میگن نه آقا این دیگه کردیت کارت کار نمیکنه. میدونید اینا بعضی هاشون دستور دارن کردیت کارت رو میگیرن با قیچی هم قیچیش میکنن میدن دستتون که دیگه شما نتونی جای دیگه استفاده کنی. گفتم باید
شما استراحت کنی. استراحت مثل پولیه که به حساب بانک واریز میکنی تا در قبال این استراحت بدنت ریفرش بشه، قوی بشه، دوباره جون بگیره، دوباره فردا بری ازش کار و انرژی بگیری. ولی من همه این لالایی ها رو بلدم، متاسفانه همرم میخونم ولی خوابم نمیبره. یکی گفت آقا تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ گفتم ببین لالایی رو باید یکی دیگه برای آدم بخونه، چون وقتی خودت میخونی خوابت نمیبره. که یکی از روشهای ایران این راننده ها بیچارا وقتی خوابشون میگرفت شروع میکردن آواز خوندن، شیشه رو میکشیدن پایین، باد سرد به سگ صورتشون بخوره و شروع میکردن چهچه میزدن، فریاد میزدن، آهنگ میخوندن و الی آخر. خب اینجا هم این دوستمون نوشته که من اصل ماجرا نوشته پناهگاه های سران ایران و رهبران و اینها و یک ویدیویی هست آقای آریان پور که همیشه خیلی قشنگ می نویسن و واقعا هم هوش و ذکاوت و این ریزبینی رو دارن، ذره بینی. برای این آقا ببخشید من یک جرعه آب دیگر بنوشم. بله، نوشتن آقای بهرام عزیز فکر نمی کنید که اگر این شخص توانسته است مخفیگاه های خامنه ای و دیگران را پیدا کند و عکس بگیرد، هزاران فرد دیگر نیز می توانند از محل آن با خبر شوند. حالا فرض کنیم چنین باشد و خامنه ای خود را پنهان نمود، تا چه مدت خیال دارد در آنجا باقی بماند و نتیجه پنهان شدن چه خواهد بود؟ اینم سوال ایشونه. البته بعد از پنهان شدن آقای رجوی که دیگه الان از دوران به اصطلاح غیبت صغرا داره میره به طرف غیبت کبرا، دیگران هم لابد گفتن آقا مگه ما بیکاریم؟ پس میریم ما هم با این زنمنا از اون برنامه های مجاهدین حوز و نمیدونم چیزهای لخت و نمیدونم چیزهایی درست کرده بوده مردی که بیاین توی حمام توی حوز برخصید تا رستگار بشه. خب میگه که پس کردیت کارت ما شیرازی ها همیشه معتبر است چون زیادی استراحت میکنی. آره از یه طرف هم میشه همینو بگی. بله، میگه سبقت بازار سهام ونزوئلا از ایران بازده بورس کاراکاس 4 برابر تهران شد. دوستان شما چند تا از دوستان خودتون رو میشناسید که اینا کارایی که داشتن ول کردن و الان به اسم دی تریده، یعنی میشینن جلو کامپیوتر و هی سهام میخرن، 2 دقیقه دیگه گرون میشه میفروشن، 4 ساعت دیگه ارزون میشه دوباره میخرن. به اینا میگن دی تریدر. یعنی اینا با اون کسی که تو خیابون استانبول، تو خیابون ناصر خسرو، تو خیابون زند شیراز، تو خیابون نمیدونم فلان تهران دلار خرید و فروش میکنن یا نمیدونم چه چیزای دیگه قابل خرید فروش بود، هیچ فرقی نمیکنه. فقط اینجا طرف دلش خوشه، آمده آمریکا، حالا رفته مهندس شده، رفته دکتر شده، بعد 4 تا سواد سهام و اینها داره، میشینه تو خونه و هی میخره و میفروشه. من هیچ وقت از این کار سهام، از خرید و فروشش نه خوشم اومد نه ازش سر داره بردم. شما خوابیدی چجوری فردا صبح بلند میشی 75 تا نمیدونم رفته بالا، در طی شب چه اتفاقی افتاده؟ یا یه شارلاتانی این ور دنیا یه چیزی میگه میره پایین، یه شارلاتانی اون ور دنیا یه چیزی میگه میره پایین تر، و مردم بیچاره حاصل کارشون بازنشستگی چندین سال جوانیشون رو تو یک لحظه تو یک شب یه دفعه از دست میدن. و اما انتقاد عفو بین‌الملل از رویکرد اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر، حاله ابهام بر سرنوشت نفتکش بریتانیایی که امروز تو خبرها بود که اون نفتکش هم گویا آزاد شده و ببینیم چه خواهد شد. شما کسی مصاحبه آقای ظریف رو با یورو نیوز دیده یا نه یا خونده یا نه؟ اگر موضوع جالبی توش بوده برای ما بگی. و در ترکیه تله انفجاری برای اتوبوس نیروهای پلیس 5 زخمی بر جای گذاشت.
من وقتی ترکیه بودم دیدم حتی تو خیابون استقلال، تو خیابونای دیگه مراکز پلیس درست کردن با سپر و نرده و فلان اینها، و شما حضور پلیس و اینها رو حس میکنید. میدونید که دولت‌های دیکتاتوری وقتی پلیس و اینها رو به مردم نشون میدن حقیقتاً مثل یک حیوانی هست که دندوناشو نشون میده. خیلی جالبه، حیوان که نمیتونه حرف بزنه ولی دندونشو نشون میده. دفعه دیگه نگاه کنید، گربه، سگ، حیوانای دیگه وقتی میخوان با هم دعوا کنن اول هی نیششون رو میبرن عقب و دندوناشون رو نشون میدن، بعد این به اصطلاح ناخوناشون و اینها رو. و اگر هم تو آمریکا هستید این فوشی رو که آمریکایی‌ها با انگشتشون میدن این از اونجایی میاد که قبلا چون با تیر و کمان اون زه کمان رو میکشیدن با انگشت وسط، بعدن اگه کسی جرم میکرده انگشت وسطش رو قطع میکردن، یا اگه اشکالی پیش میمده با دستش اینا، این طرف وقتی میخواد به شما فوش بده انگشت میانی خود رو به شما نشون میده که یعنی ببین من هنوزم انگشتم سالمه و میتونم تو رو بکشم. البته دیگه عوض شده اینجا به فوش، به عنوان فوش خار مادر ما قبولش میکنیم و الی آخر. خب قاچاق انسان برای انگورچینی، تحقیقات وسیع پلیس در منطقه بوژوله فرانسه. خود من در آلمان بودم، در آلمان هم این مشکل کارگر رو پیدا نبود، نشدن کارگری که در مزارع انگور اینها کار کنه بوده و هست. و اما میگه آقای پوتین هم اون میسر یا همون موشک S-400 رو امتحان میکنه و کاری هم به هیچ کسی نداره. یکی از ماجرایی که توی آمریکا بحث برانگیز بود سرعت پخش کردن این ترانسکریپت یا نوشته صحبت‌های بین رئیس جمهور اوکراین و ترامپ بوده. البته بعضی ها میگن این ممکنه 30 صفحه بوده، 5 صفحهش رو ترامپ داده بیرون، ولی بعضی ها میگن همون 5 صفحه هم که داد بیرون کار خودش رو خراب کرد. دوستان عزیز، من قرار بود چند دقیقه صحبت کنم و بگم اینجا بارون و برق و فلان اینا مشکل داریم و چهارشنبه با شما خواهم بود. چند دقیقه شد؟ 67 دقیقه. خب بریم و استراحت کنیم و این استراحت رو در بانک عمرمون بریزیم تا زود نمیریم و زود از دنیا نریم. شما لطف کنید اگر خدای نکرده به ماه خارجی دوست دارید حمایت کنید، 30 ماه سپتامبر هست. پس فردا؟ بله، نه سپتامبر 30، یکمه میشه فردا. فردا یکمه، تیوزده یا سه‌شنبه یکمه. و حمایت کنید، ما نه به شما گفتیم میلیون، نه به شما گفتیم 1000 بدین، نه به شما گفتیم ایران رو میخوایم آزاد کنیم، نه میتونیم. آقا اصلا اینایی که میگن ایران رو میخوایم آزاد کنیم، من یه کمی باهاشون حرف دارم. آقا ایران از دست کی میخوایم آزاد کنیم؟ اینا هم از مردم هست. حالا دایی به خودتون دروغ بگید. آقای عطابکی میاد میشینه اینجا میگه 100 تا فلسطینی بودن اومدن تو میدون جاله، شما هاهی بگین عرب های تازی. آقا اینا که همشون ترکن، آذری هستن. در هر صورت اونم یه چیز غلطی راه افتاده، ما میخوایم بریم ایران رو آزاد کنیم. دیدم آقای ممقانی و آقای اون آبتین و متاسفانه آقای فرزاد نیساری هم در برنامه ها نشستن و با هم صحبت میکنن. حالا امیدواریم ما اشتباه کنیم آقای نیساری و اونا درست بگن، ولی عزیز من اینا دیگه شناخته شده هستن، شما خودتون رو با اینا خراب نکنید. یه ضرب المثلی بود تو ایران، میگفتن با افراد گرنشینی گر شوی. کلمه گر به کچلا میگن. دوستان کچلی رو با تاس شدن اشتباه نکنید، چون بنده دارم تاس میشم، این رو باید یک کمی روش امفسایز تاکید کنم. تاسی یه چیزی که کبر سن، زیاد شدن سن باعث میشه مواتون از رو کلتون
میره تو، از تو دماغتون میاد بیرون، از تو گوشتون میاد بیرون، از تو شونه هاتون رو سر شونه تون میاد بیرون. یعنی حقیقتا مویی کم نمیشه، فقط کلتون براق میشه، موها میره از سوراخ های دیگه بیرون. کچلی تو شیراز زفتم بهش میگفتن و من یادمه اصلا یه سالی بچه ها کچل شده بودن. دوست خود من آقای هادی، حالا فامیلیش نگید، کچل شده بود. این بند خدا یه دوایی هم میزدن به کلش، این گلی هست که این اینایی که میرن سینه میزنن، اینا فکر نکنید برای امام حسین گل به سرشون میزنن، اینا دارن کچل میشن، مریضن. حالا یا اون بالا زفت گرفتن یا زیر اون کله تو مغزشون یک مرضی دارن که میرن گل میمالن. حالا یه چیز میمالیدن مثل گل به کلش، باید میذاشت تا خوب بشه. ولی بعد خوب شده بود، موهاش هم فرفری و اینها. البته میگفت برق گذاشتن، من نمیدونم دیگه رو کله چجوری برق میذاشتن. بذار ببینم، من چیز دیگه اینجا براتون نگه نداشتم. و سکند ویکتوری، آها، عربستان سعودی اینجا میخواست یه برنامه بذاره فاندریزینگ و اینها. اینایی که میرن تظاهرات و پتیشن پر میکنن به هم زدن. یه جایی تو برنامه من با یه باری گفته بودم که نیساری، آقای نگهبان نیساری، حالا شما نوشتید میساری. زندن من قبل از اینکه شما بیای اینجا درباره فامیل پالانی آقای رئیسی گفتن آقا فامیل پالانی درسته، رضا پالانی فامیلیش بوده، چون از عموش نمیدونم آقا چی پالانی گرفته که بعد به رضا شستیر معروف میشه و بعدم که فامیل اون بنده خدا محمود پهلوی رو کش میره. در هر صورت به نظر میرسه شما اونجوری که فکر میکردید از تاریخ اطلاع نداری و خوشحالم که بیننده برنامه ها هستید تا با همدیگه یاد بگیریم، از همدیگه یاد بگیریم، به همدیگه هم یاد بدیم. و اما ماجرای این پتیشن یا تومار نوشتن و امضا کردن، گویا افرادی که تومار نوشتن، تظاهرات کردن، زنگ زدن به این محلهایی که میخوان اجاره بدن به چیز، دو بار موفق شدن که کاری کنن عربستان سعودی نتونه در واشنگتن جایی رو اجاره کنه که اونجا به اصطلاح تبلیغ کنه. گرچه عربستان سعودی جا احتیاج نداره، هر روز برید این رستوران ترامپ یا بیزنس دخترش هم اونجاست، ماساژ ایوانکا، و یا هتل ترامپ تو خیابون پنسیلوانیا و 11، ببینید کی میاد کی میره و اینها. و اینها اعلام کردن که به اصطلاح یه پیروزی بوده. پس ما اون حرفی که گفته بودیم پتیشن کارساز نیست باید پس بگیریم، بگیم در بعضی مواقع کارسازه. یکیش همین ماجرای عربستان و این نشستی که میخواستن توی واشنگتن بذارن. و اما شما هم حتما تازگی ویدیوهای این خوشگل پسر، برادر آقای و برادر خانم مسیح علی نژاد، ماشاءالله این خانواده همشون زشتن، زن و مرد نداره، همشون هم موهاشون عجیب و غریبه. برید ویدیوی داداش مسیح علی نژاد رو ببینید که گفته خواهر با همون لهجه شمالی، برو هر چی میخوای بده، ببخشید، برو هر چی میخوای فریاد بزن و ما مهم نیست. منم نوشتم خب اینم یه راه جدیدیه که فردا هم دو سه روز این رو بگیرن زندان باشه، بعدم بگن اینقدر با وثیقه آزاد شد، بعدم ریچارد پرلی بره از دبی بیارتش، خانم مسیح علی نژاد بره از ترکیه بیارتش، ایشون هم به سلام صلوات بیاد اینجا و از این به بعد اون یکی تبلت داره برنامه، این یکی هم لپتاپ بذاره برای من. شما دوستان بس دیگه، بیشتر از این برای خودمون دشمن درست نکنیم. فقط یه پیام اومده اینجا، من اینو بخونم ببینم از کسی هست که میشناسیم. بله هست، از آقای آریان پور، در رابطه با برنامه نیست، این رو آقای اکبر منتصر نوشته. دوستان آقای اکبر منتصر، اونایی که توی این منطقه هستن میشناسن، ایشون استاد دانشگاه، خیلی آدم باهوش و چیزی هست. متاسفانه چند مدت اصلا نوشته هاش و عمل کردش و اینا عجیب و غریب شده. بعضی ها میگن از موقعی که همسرش طلاق گرفته و جدا شده اینجوری شده، بعضی ها میگن خیلی سنش بالا. در هر صورت نوشته های خوبی گهگاهی داره. مثلا اینجا نوشته که How the Saudi oil
اول فیلد اتک اوورترن امریکاز اپل کارت، میگه که چگونه حمله به اون پالایشگاه عربستان ها گاری پرتغال آمریکا رو ریخت. حتی یه جایی یکی از دوستان یک نواری گذاشته بود که یک خبرنگار معروف مال عربستان سعودی میگه چجوریه که این ترامپ که اینقدر ما بهش پول میدیم و اینها با بی احترامی و مسخره از عربستان حرف میزنه، ولی هر وقت خواسته از ایران صحبت کنه احترام ایران رو نگه میداره. اینم یه سوالی هست که اگه دوست داشتید جواب بدید. دوستان عزیز 75 دقیقه با شما بودیم. گلوی بنده از دست این آلرژی به شدت درد میکنه، میگن مال ویده، وید یا گرس، همون علف یا این علفای هرزه. این هرزه ها ما رو ول نمی کنن. حالا یا به صورت مجاهدین هرزه، یا به صورت شاهاللهی هرزه، یا به صورت حزب‌اللهی هرزه. امان از دست این هرزه ها. روز روزگار و شما خوش. با امید دیدار و بودن با شما روز چهارشنبه که میشه دهم ماه مه، و اگر ای که دستت میرسد کاری بکن، اگر میتونید حمایت کنید. حمایت گفت به قلمی، به رقمی، به درهمی، درهم بهتر. خدا نگهدار، به امید دیدار.